هر آنچه که راجع به عمل جراحی لیزیک چشم می‌خوایم بدونیم تو این ویدیو بهش پرداختیم. اگرم طرفدار استفاده از راهکارهای طبیعی برای مشکلات چشمتون هستین، جایگزین عمل جراحی لیزیک تو این ویدیو باز هم بهش پرداختیم. انتهای این ویدیو آموزش سرمه داریم که بهترین راهکار تقویت ماهیچه‌های چشم هستش. فرشته سویدنی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. عمل جراحی لیزیک چشم طرفداران خیلی زیادی داره و بیش از 20 سال هست که در سطح دنیا این عمل جراحی داره انجام میشه. کسایی که خسته شدن از لنزهای طبی و عینک زدن این روش رو انتخاب کردن. اما اون چیزی که مهم هست باید بدونیم چه کسانی میتونن انجام بدن و چه کسانی نمیتونن انجام بدن. افرادی که دچار مشکلات خشکی چشم شدید هستن یا اینکه داروهای ضد التهاب دارن استفاده میکنن، بیماریهای خود ایمنی دارن، دیابت پیشرفته دارن، فشار خونی که تنظیم نیست، نمیتونن این عمل جراحی رو انجام بدن. اما کسانی که دچار نزدیکبین هستن، دوربین هستن، افراد بالای 18 سال هستن، نمره چشمشون ثبات پیدا کرده، یعنی یک سال هست که چشمشون شمارش تغییر نکرده، آستیگمات هستن، میتونن این عمل جراحی رو انجام بدن. این عمل جراحی توسط لیزر روی قرنیه چشم انجام میشه. قرنیه چشم نورو میگیره، میشکنه و متمرکزش میکنه روی شبکه چشم که انتهای چشم قرار داره و وقتی که قرنیه نتونه این نورو متمرکز کنه، فرد دچار تاری دید میشه و دقیقاً در عمل جراحی لیزیک چشم به وسیله لیزر برش هایی رو روی قرنیه چشم میدن و فرد مشکلات چشمیش برطرف میشه. نتیجه که ما میتونیم بگیریم از عمل جراحی لیزیک به طور کلی بخوام بگیم، افراد زیادی راضی هستن، اما کسانی هم هستن که براشون مشکلاتی به وجود اومده. 90% افراد رضایت دارن از عمل جراحی لیزیک چشم و 10% رضایت ندارن، یعنی منجر شده به خشکی چشم شدید و همچنین که باز شماره چشمشون برگشته، یعنی دوباره دچار ضعف چشم شدن. اما راهکارهای طبیعی هم وجود داره. ما توصیه‌ام به شما عزیزان اینه اگه کاندیدای مناسب برای عمل جراحی لیزیک هستین یا به دلایل دیگه نمیتونین عمل لیزیک انجام بدید، راهکارهای طبیعی رو انتخاب کنید، انجام بدید، چند ماه به خودتون فرصت بدین. اگر درمان نشد، عمل جراحی رو انتخاب کنید. خب ما چه کارهایی میتونیم به صورت موضعی و خوراکی انجام بدیم تا چشممون سلامتش رو به دست بیاره؟ چشم یک عضو پر انرژی بدنمون هست، مرکز توجهات هست و اینکه بعد از مغز پیچیده ترین عضو بدنه. شگفتیهای زیادی داره، اگه بررسی کنیم به شگفتیهای بیشماری میرسیم. محبت، نفرت، ترس، همه چیز رو از رو چشم میشه فهمید. حتی ما انبیه شناسی داریم که بیماری ها رو از رو چشم میشه تشخیص داد. حالا عضو به این مهمی چرا دچار مشکل میشه قابل بررسیه و هر چقدر بهش بپردازیم باز هم کمه. علت اول مشکلات اضطراب و استرس هست که خیلی از افراد وقتی ازشون میخواین برای درمان مشکلشون اضطراب نداشته باشن، میگه اصلا این امکان پذیر نیست. اما باید علمی بهمون اثبات بشه چه بلایی اضطراب و استرس سر سلامتی فرد میاره. در مشکلات چشمی وقتی ما مضطرب هستیم، عصب سمپاتیک تحریک میشه و مویرک ها که وظیفه دارن به چشم تغذیه برسونن تنگ میشن. زمانی هم که مویرک ها تنگ میشه، مواد غذایی به چشم نمیرسه و ماهیچه های چشم دچار ضعف میشن. چرا ماهیچه های چشم این همه اهمیت داره که سلامت داشته باشن؟ ماهیچه های مژگانی هستن که عدسی چشم رو تنظیم میکنن، یعنی لاغر و چاق میکنن تا ما خیلی راحت نزدیک و دور رو ببینیم. عامل دوم یبوست هست. تحقیقات نشون داده بچه‌هایی که دچار یبوست هستن و استرس زیادی رو از طرف خانواده دارن تحمل میکنن، این بچه‌ها بی برو برگرد دچار هم مشکلات کلیوی میشن و هم مشکلات چشم پیدا میکنن، چه در بزرگسال و چه در بچه‌ها. این خیلی خیلی اهمیت داره. دلیلش هم همون سم پتوماین هست که وارد جریان خون میشه و جذب ارگانهای مهم بدن و این اتفاق میفته. عامل سوم استفاده از غذاهای نادرست، غذاهای ممنوعه، سرخ شده، فریز شده، فست فودها، شکر سفید، نوشیدنی هایی که حاوی شکر سفید هستند باعث تشدید و به وجود آورنده این مشکل میشه. ما تو ویدیوی عینک تو بردار رو دوباره شفاف ببین کامل به این پرداختیم که شما چه مواد غذایی استفاده کنید، به چه میزان کمک بگیرید از میوه های نارنجی، چه تایمی استفاده کنید. حتما همراه با روغن زیتون باشه. حتما این ویدیو رو ببینید و اطلاعات لازم رو به دست بیارید. من اینجا میخوام از سرمه براتون بگم چون خیلی ازش نتیجه گرفتیم و از راهکارهای موضعی که میشه استفاده کرد. عزیزی که این راهکارها رو انجام دادن، از عرق رازیانه که حالا در ادامه بهتون میگم، عسل، لیمو ترش تازه و هر شب سرمه استفاده کردن و بعد از چند ماه وقتی که مراجعه داشتن به چشم پزشکشون در کمال ناباوری بهشون میگن که شما چشمتون خیلی بهتر شده، سلامتیشو به دست آورده. ولی خب ممکنه که پزشک شما اشتباه کرده باشه. این امکانش خیلی قوی تره که پزشکتون اشتباه کرده و نمره چشم شما رو اشتباه تشخیص داده و ایشون بهشون میگن من بیمار خودتون بودم و جای هیچ پزشک دیگه مراجعه نداشتم. این نشون دهنده اینه که این راهکارها جواب میده و بیماران خیلی زیادی داشتیم که با اجرا کردن همین راهکارها سلامتی چشمشون رو به دست آوردن. سرمه در فرهنگ ما ایرانی ها یک جایگاه بخصوصی داره. از زمان خیلی قدیم مردم برای زیبایی و سلامت چشمشون استفاده میکردن. خب امروزه اطلاعات کمی تو این مورد دارن و فکر میکنن گذشتگان ما فقط برای زیبایی بوده چون چیز دیگه در اختیار نداشتن، در حالی که میدونستن و سرمه معروف بوده به نگهبان بیماری های چشم، پس تنها جنبه زیبایی نداشته. الان هم که این اجترام ناپذیره، خب ساعتهای زیادی رو پای سیستم هستیم، پای مانیتور، گوشی، خب این مشکلات برامون به وجود میاد. یکی از اون راهکارهای سادهش استفاده از سرمه هست که تو انتهای این ویدیو براتون میذاریم به چه شکل درست کنید و بعد استفاده کنیم از عرق رازیانه. یعنی 10 روز استفاده کنیم از عرق رازیانه. اگه عرق رازیانه در اختیار نداشتید، یه قاشق چایخوری رازیانه رو در یک فنجان آب جوش دم کنید داخل قطره چکون و روزی 3 بار، هر بار 1-2 قطره تو چشتون بچکونید. 10 روز بعدی رو ما استفاده میکنیم از آب لیمو ترش تازه. بهتره که داخل 1 قطره چکون چند قطره، حداقل 7-8 قطره آب لیمو ترش تازه بچکونید و بعد از ترکیب این 2-3 تا قطره تو چشتون بچکونید روزی 3 بار. 10 روز سوم هم شما استفاده کنید از عسل. بهترین و راحت ترین کار برای عسل هم یک میله استریل داشته باشید، داخل عسلی که سالم هست غلط بدید یا طبیعی هست و تو چشتون بکشید، یعنی ما بین پلکتون بذارید و بکشید. ممکنه که لحظاتی چشمتون بسوزه ولی جای نگرانی نیست، خیلی سریع برطرف میشه. اجرا کنید و نتایج بی‌نظیر اونو ببینید. کامنت زیبایی که از شما دوستان که کمک گرفته بودید از ورزش‌های چشم، خیلی اثرات مثبت و سریع رو میذاره و یک روش مکمل هست در کنار راهکارهای دیگه. چطور ما میتونیم ورزش‌های چشم رو انجام بدیم؟ خیلی ساده است. شما یک نقطه رو مرکز توجه خودتون قرار بدید، مثل من که الان دارم به دوربین نگاه میکنم و بعد مردمک چشتون رو کامل برگردونی به سمت راست بدون اینکه سرتون رو برگردونی و بعد دوباره به اون مرکز توجه سمت چپ، دوباره همینطور و چند ثانیه تو اون حالت میمونید. بالا، دوباره مرکز توجه، پایین و دوباره اون مرکز توجه. هر بار که دارین چشمتون رو تغییر میدین چند ثانیه تو اون حالت بمونید. یعنی این حالت زبدری هستش این کار و کمک زیادی میکنه. یا یعنی اینکه در طول روز اگه ساعتهای زیادی پای صفحه مانیتور هستین، پای گوشی هستین، حتما این کار رو انجام بدید چون ناخودآگاه وقتی که ما به صفحه گوشی داریم نگاه میکنیم این زوم شدن روی صفحه گوشی باعث میشه پلک نزنیم و پلک نزدن هم مساوی است با خشکی چشم. راهکار ساده‌اش هم هر 20 دقیقه 20 ثانیه به دورترین قسمت نگاه کنیم. این هم چشم رو تقویت میکنه و هم پیشگیری داره از خشکی چشم. اگه تا این لحظه عضو کانال ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ما سبک بسیار ساده با پرداختن به علت بیماری ها داریم و همون قضیه باعث شده موفق عمل کنیم. لایک شما هم باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. در شرایط کنونی خیلی ها به این اطلاعات و بینش نیاز دارن. بریم سرمه رو با هم درست کنیم. شعله رو تنظیم میکنیم. من از این میله استفاده کردم، داخلش چند تا دونه بادوم گذاشتم. شما میتونید یه تیکه گردو، فندق و پسته بهش اضافه کنید، اما برای عموم مردم همون بادوم خوب هست. و بعد یه ظرفی رو میذاریم بالاش. شعله‌تون رو حتما تنظیم کنید که کم باشه و همجور آروم آروم بادوم میسوزه و اون دودش میچسبه به این ظرف. حالا باز در ادامه میبینیم با هم چه اتفاقی میفته. خب شعله رو خاموش میکنیم. دیگه آماده است. اون چیزی که ازش مونده دوستان ببینید، این میشه سرمه. اینو باید بتراشیم که الان انجامش میدم و چیزی که به جا مونده خاکستر این بادوم ها هست. حالا یه نوع سرمه دیگه هم داریم. در حینی که من اینو میتراشم بگم، معروف هست به سرمه اسمت که از سنگ معدنی به دست میاد. اون هم فوق‌العاده است، خواص زیادی داره و خیلی از مناطق ایران وجود داره. سرمه اسمت که برای خشکی چشم، تقویت ماهیچه چشم خیلی عالیه که معروف هست به سرمه اسمت. از یه نوع سنگ معدنی به دست میاد، از پودر اون سنگ معدنی. خب ما اینو میتراشیم. با حوصله این کار باید انجام بدید. این چیزی که به جا میمونه این اسمش سرمه است، معروف به سرمه من. خب اینو با حوصله میریزین داخل سرمه دونتون و بعد با همین میل میکشین تو چشتون. این جنس برنجی خیلی انتخاب بهتری هست برای جا سرمه یا همون سرمه دان، چون خود جنس برنج ضد میکروب هست، یعنی دائم ضد عفونی میکنه. فوق العاده